چی؟ نه بابا پارکینگ نداره، ولی انبارش قد یه اتاقه. آره 67 متر، نقلی، خوش ساخت. آره بابا جو، آره آره 67 بود. نه با تو نیستم. خیلی خوب باشه، نه ترس بابا جو، نه باشه، بیا سر قیمت با هم صحبت کن. آره آره قربونت برم، خداحافظ. شکرم خوش اومد. بشین بشین. خوبی آقا من؟ چه خبر؟ خیابونا چه خبر؟ من از خونه میام ولی همت میان خیلی سنگه. گیاهی دارویی تسکین دهنده اعصاب نو حرفم. گل گالسبون نیست؟ مدل ماشین. چند حرف آقا برام؟ با تو از سمسمت قیصری. مدل ماشین. بله. شنی نه چند تا خونه خالی داره؟ 6 تا 7 تا من. ماشین خودتو میگم. متولد چه سالیه؟ آها بله. 3/10/78. ماشین آقا برام سالم روپاس. ماشاءالله ماشاءالله صاحبشم روپاس. واسه همینم هفته یه شب شیفت میمونه اینجا. اشکال مشکالی که نداره. سمن. چش میمونی. وظیفه است. من سوم دیماه 1378 این ماشین رو خریدم. از همون موقع هم دست منه. سالم سالم. آقا سمت خیلی باحالی. بسیار. از سایی میاد خدمتون. بله بله. آقا منوچ. سلام آقا. پاشو سرویس قلهک. من تا این بازی تموم نشه هیچ سرویس رو نمیرم. حشمت رو افلس. من حالش ندارم. نوبت خودت خود برو. بابا با هم دوست باشید. من میرم. میگم بالاخره این تلفنی زنگ خورد. اصولا روز این آژانس زنگ خور نداره، همین که آفتاب میره مشتری زیاد میشه. بس فعلا علافی. سمت قربونت، ما اینجا قرمر نداریم. گفته باشم بهتا. نه آقا برام چی قرد زد؟ من داشتم چش آقا منوش گفتش ماشینت 78 ولی به 76 میخوره. من گفتم نه، من ازش سوال کردم گفتم اگه گیرباکس بیارم پایین، گفت نه انژکتور موتوره. بعد وظیفه است آقا برام، باید بریم خدمات باید بدیم به مردم. سلام شنگیز خان. بله مهندس. مهندس قابلمه به دستی؟ از تو بردم برای بابا. خوبه شما؟ خوبه تو برم. چطوری شما؟ خوبی؟ دو دقیقه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ من در خدمتم. چه خدمت از ماست. خب چجوری شروع کنم؟ ببینین میخوام درباره کبوتر با کبوتر باز با باز، یا همون اصطلاح خودمون میگن علف بدن بازی و اینا. نمیدونم آگه متوجه منظورم شدین یا خودت متوجه شدی چی گفتی؟ خودم که متوجه میشم، تا الان بعد منتقل کردم. کیمان گفت سخته. چی سخته؟ آهان ببینید اینجوری شروع میکنم. شما میدونید چنگیز خان یه مرد موفق تو زندگی احتیاج به چی داره؟ آره پول، ماشین، خونه. نه اینا که بحثش جداست. همه اینا رو اگه بخواد نگهداره یا داشته باشه احتیاج به یه چیزی داره دیگه. آها افتاد. جنم و اراده. نه اون که بحث شده است. ببینین آها اینو که شنیدی میگن پشت هر مرد موفق یه چیزی هست. چیه اون؟ پشت یه مرد موفق میگن پدر. پدر که خب بحث شده است. پدر یه چیز دیگه هم هست پشت مرد موفق. آها مادر. نه ببینین از پدر مادر که جدا میشه برای موفقیتش احتیاج به آها بچه. آها بچه رو کی به دنیا میاره؟ خب مادر. او چنگیز خان چرا مقاومت میکنی؟ منظورم زنه. آها خالشه اینا رو به من میگی. همونی میخواستم بدونم. ببخشید عذر میخوام، دختر شما الان موقعیت ازدواج داره یا نداره؟
ببینم تو پسر آقا صمدی؟ مطمئنی؟ چطور؟ چرا انقدر بی‌ادب و بی‌شعوری؟ چرا؟ وسط خیابون جای خواستگاری کردنه؟ مگه تو بزرگتر نداری؟ نه سوء تفاهم شد. چه سوء تفاهمی؟ تو بگی من دخترم از سر راه آوردم تو خیابون اومدی خواستگاری؟ نه بابا چه داد می‌زنی؟ آقا صمد! بابا آقا صمد! انگیز خان بابا توضیح میدم الان برات. آقا چنگیز خان آقا صمد! آقا صمد! یه دقیقه بیا. آقا معذرت می‌خوام. معذرت خواهی کردم تو سر. یه دقیقه بیا. سلام آقا جون. بابا جون اینجا چیکار می‌کنی؟ من آوردم برات بابا. دست در. چیه بابا دستامو گیر. از این بچه بی ادبت بپرس. بگو برش دیگه. چه جواب میدی؟ من یه سوال کردم ازت آقا. من جواب میدم. آقا صمد یکی کف خیابون بیا خواستگاری دخترت، اونم دختری که نشون کرده پسرموشه، ناراحت نمیشی؟ آقا مگه من برای خودم خواستگاری؟ من فقط سوال کردم دختر شما موقعیت ازدواج داری یا نه؟ همین. تو بی خود کردی، به تو چه ربطی داره؟ من اگه جای چنگیز بودم همچین میزدم که بلند نشی. بفرما. آه موضوع چرا باشا. چرا قول میدی؟ بابا خودت گفتی. بابا نمیگی بچه بخوره سرش به جد من هزارش که بدبختی دارم من سی سی اسکر و تی تی اسکر و بابا خودت چرا ناراحت میکنه؟ چیزی نشده ببخشی آقا من آقا بابا جون مگه تو نگفتی که من دختر چنگیز رو میخوام؟ چرا دیگه اندم بابا شنو با خاله برگستم رو بزنم یه سوال بکنم اینم چی میشه؟ تو چه مربوطه؟ مگه بزرگتر نداره؟ شریکمه خب گناه داره. تو غلط کردی با اون شریکت. تازه که اون که میگفتش که خواهر خودتو میخواد. چی هم شرف مزخرفی زده؟ آن سیفی تا حالا صد دفعه گفته غلط کرده. تو دم به دهن نشو ببینم. سیفی یه دقیقه بیان کارت دارم. چیه سمن جو اتفاقی افتاده؟ گفتم سیفی بیا اینجا. سیفی منم سیفی هم دیگه. پرویز سیفی بیا اینجا. سلام علیکم. بیا اینجا ببینم. سلام گفتم ها. ببینم مگه کیوا خارزاده دختر چنگیزه نمیخواد؟ تو خونم گفته با پدر مادرش مخالفه. نه پس کی رو دوست داره؟ شما چه رب داری پسر من کیو دوست داره؟ بابا من هر کسی رو که دوست دارم واسه پسرم میگیره. تو رو سننه آقا سیفی اونایی که به من گفتی بگو دیگه. والا من دروغ نمیتونم بگم. دختر آقا صمد فریبا خانم فرشته دایی فرشته مرد حسابی مو سفیدت خجالت بکش. برای چی دروغ میگی؟ که با خودش به من گفت که به دختر آقا چنگیز علاقه داره. خیلی بیخود کرده. گفته باشم پای دختر منو وسط نمیکشونه. فریبا اینجا چه خبره؟ بابا من نمیدونم هر کی چیزی چه خبره. واسه چی به جون هم دیگه پریدی؟ هیچ بابا سر پسر ما دعواز که کی دختر بشه. خوش به حال پسر کاکا. گفته باشم دختر من نشون کرده پسرموشه. بخواین اسمشو بیارین جیگرتونو در میارم. بابا زشته. ناسلامتی سن و سالی از شما گذشت آخه. بابا به جای این حرفا بشینین دو کلمه حرف حساب با هم بزنین. آقا اشمت این حرف حساب حالیش نمیشه که. من حرف حساب حالیم نمیشه؟ من حرف حساب حالیم نمیشه. دست صمد این کارا چیه میکنی؟ حالا فرض بگی دخترش پسر تو رو بخواد بلند کرده؟ بابا جون من بذار بیان خواستگاری بشین با هم دیگه حرفاتون رو بزنی. مقبول نیفتاد جواب رد بده بگی بسید آخه من دختر به این بدم بابا برام. اصلا اینا در شأن خانواده ما نیست. خیلی خوب در شأن خانواده شما نیست. حالا نمیخوام جلوش بگی. بیا بار تو بیا پرویز بیا صمد ببر تو پرویز بار تو بینم بار اشبت تو بینم دارم فقط یه بار دیگه راجع به بچه من اینجوری حرف بزنم. آقا صمد بیا بشین خودت ناراحت نکن. چیزی نشده که. این بچه نشون کرده پسرموش از بچگی. حالا عیبی نداره دختر هزار تا خواستگار واسش میاد. باشه اینه که با هم خوردن نباید این حرف رو بزنم. مسئله نیست. سر بچه من حرف بزنم. من میگم بیا این چای رو بخور سر حال شو. فریبرز کو؟ بابا فریبرز هم میاد دیگه. فریبرز هم میاد. کیه چه خبره؟ سلام خانم. یه دقیقه کیوار بگیم یاد دم در کارش دارم. نیستش فریبرز خان. فرستادمش خونه شما که کادوی فریبا خانم رو تقدیمش کنه. چی گفتین؟ همین که شنفتین. ببینم کی گفته اون کادو مال فریباست؟ همین که واسش خریده بود گفت. شما فقط می‌خواستین آبروی منو ببرین؟ واسه چی اون کادو رو داده بودی به کیوان؟ ها؟ باطرام فریبرز. آقا فریبرز. سلام فرشته خانم. سلام. فریبرز خونه نیستا؟ نه من با فریبرز کار نشتم. یه بس کادو برای فریبا خانم آورده بودم که خواستم بهتون بدم. فریبا هم دستش بنده. خب ایراد نداره من اینو شما بیان بگیرین. من که دستم بیشتر بنده دارم درس میخونم. ای بابا. خب میخواین در حیاتو بزنین من بذارم تو حیات بعدم بردارین. خیلی خوب. یا الله. سلام فرشته خانم. این بسته چیه؟
شما حالتون خوب نیست؟ من خوبم. گفتم این بسته اینجا چیکار میکنه؟ ولی شما حالتون خوب نیست؟ این همون بسته ای نیست که واسه دختر چنگیز گرفته بودید؟ دختر چنگیز؟ دختر چنگیز دیگه کیه؟ خوبه والا آدم یکی دوست داشته باشه همه هم بدونن، بعد بگه دختر چنگیز کیه؟ هم که یه دوم داره دوتا شاخ. نه امروز شما اصلا حالت تو خوب نیست. من خوبم. آخه مشخصه. اولا که اینو آقا فریبا برای سینا خانم آقا فریبا نه آقا سینا برای فرشته خانم برای فریبا خانم خریده. خب دوباره که کی گفته من دختر چنگیزو میخوام؟ من واقعیتش یکی دیگه رو میخوام. تو غلط کردی نامرد نارفی. سلام داداش. سلام. سلام. کی تو خونه سرشته؟ مامان و فریبا. ببینم با خواهر من چی داشتی میگفتی؟ من هیچی، فقط داشتم. فقط چی؟ آقا کیوان یه امانتی آوردم واسه فریبا. ببینم تو اصلا مگه نگفتی اینو واسه دختر چنگیز خریده؟ دختر چنگیز. فرشته برو بالا، مامان یه دقیقه کار دارم. آخه چیز. برو بالا گفتم من مایی کار دارم. داداش فقط. آخه بیا خب گفتم برو بالا. داداش من یه مقدار دیرم شده، با اجازه برم دیگه. ببینم ساعت تو. ساعت همونه. خب بچه‌ها بگو چطور خود دیوونه، چرا اینجوری میکنی؟ ببین کیوان، هر چی وسایل داری اینجا، وسیله داری، سهم داری، همه رو برمیداری، گوره تو اینجا گم میکنی، فهمیدی؟ من سادا رو بگو فهمی کردم تو رفیق منی، نگو مار تو هستینم پرورش دادم، خاک تو اون سرت کنم، فهمیدی؟ حداقل به ما بگو چی شده، ما بدونی چی شده؟ آقا بهت میگم چی شده. من باید دهنه یا بشم، تو این خونه دنبال چی هستی؟ دنبال چی هستم؟ فرشته! بله داداش. تو برای چی اومدی پایین؟ برو بالا ببینم. خودت صدا کردید خان داداش. گفتم برو بالا به تو میگم. مگه به تو نه؟ سلام آقا. سلام یادم خانم. سلام. چه خبر شد؟ عینکت کو؟ عینکم هم جا افتاده. چه اینجوری گوشی رو سر با خواهر چه اینجوری حرف می‌زدی؟ بابا چه جوری صحبت کردم؟ هیچ چیزی نمی‌خواست بره، من نمی‌خواست سر جمع کنیم. جمع کن برو دیگه. برای چی؟ مگه چی شده؟ هیچ چی مامان. حالا بعدم شما برو بالا، من برات توضیح میدم. کیوان جان ما در تو تعریف کردیم. گفتم این شما مادر این نیستی. شما برو بالا، من برات توضیح میدم. نمی‌خوام روش روی شما باز بشه. ها؟ چی شده مگه؟ رود میشه خودت توضیح بدی برای مامانم؟ زمین دهن باکن آبچی بری توش. نه هم خودت بگی بهتره. ببینم. کاری کردی؟ نه بابا کاش این کارا میکرد. نه ما نه این صحبت ها نیست. حالا گفتم شما برو بالا، من خودم برای توضیح میدم. خب بگین چی شده که جونم به لبم رسی؟ کجا؟ برم برود می بابا دارم. ها؟ چی فکره کشکشکی برو اونجا بابا؟ سلام سلام خسرم سلام سر شیرمیه؟ کیش؟ بابا ای بابا ای بابا حالا کجا شدیدی؟ رفیق تو این چلو گرفته روز اولی خوابیده؟ ولش کن بابا، مونات داره بذار بخوره، بازی تو بخوره. چی چی بخوره بابا؟ الان حالش میگه. سلام خواهد بهت شد. سمد قیصری. من. پشت کریپ داری. شوخی کردم بابا استاد. شوخی کردم، بگی بخواب، بگی بخواب. ساش. از سایه میاد خدمتتون. نه نه، سر ساعت. خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشید. سمد. سمد قیصری. سمد قیصری. پشت با توئه. جدی داره میگه پشو دیگه. پاشو اول بدبختی شروع شد. مبارک. پاشو که اولین سرویس جوش شد. نور تو روغنه. من سمد قیصری خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. بله. این خانم دلشاد یکی از مشتریای ثابت این آژانسه. بله. باید سریع و سر خودتو بهش برسونی. چش. ببین دیر نکنه بریا. عینه و این ساعت دقیق دقیقه. اگه دیر بری زنگ میزنه اینجا میره تو اعصاب همه ما. بهت گفته باشم تو ترافیک مرافیک بودم و پنچر منچر کردم از این بادیا بیا بیرون که اصلا تو کتش نمیره. چشم چشم ببخشید من معذرت میخوام، معلومه بد سابقه اینا. من باور بکنید آقا برام دیگه 30 سال ادارم این سر چه بود، من خودم سر ساعت میرسیدم. این که دیگه 2 قدم راه توجه نمودیم. اصلا آقا برو به من میگن سمد آنتار چنگیز خانم چیزی واسه شو تعریف نکردی؟ آره آقا گفتم به افتخار آقا سمد که اولین تیری پشو میخواد بره یه دسته بلند. خیلی ممنون خیلی ممنون، تشکر. من از صمیم قلبم خوشحالم که با شما همکار شدم. خب با اجازه من فقط آقا سمد یاد نره اولین تیری رسمه، رفتی شیر نمیگیری برمیگردی یا آقای آنتای دیر شد. بله بله هم افتادیم بزن خونش ردیفه ردیفه میزونی سمد جان بایر شای
آقا آقا سیروس تو اول وقت اینجا معمار رو قوردیم خونه رو مت کنیم یا الله نامرم نباشه اوه های گاراژ سرتون رفته پایین معمار از اینجا شروع کن بره خونه رو پس اومدیم متر کنیم خونه رو آره آره میخوایم اینجا رو بکوبیم چند طبقه بسازیم با عزت خود میدونی که پول تو ساخت و سازه بس میخوایم پول نداریم مهما برش برشم که خیلی کمه آقا سیروس برش کمه ما همینجوری تحویل گرفتیم آقا باز میخوای یه متر بزن خیلی راحت بشه کم و کس نشده باشه سلام تو اینجا چیکار میکنی برو خونه دیگه بر نگرد برو ببینم گفتم گورش گم کنه شما یه لطف کن دست دوست تو بگی اینجا صاحب داره هر وقت صاحبش بود بیا مترو پود کنیم فهمیدین صاحب این خونه منم آ چی داری میگی تو فقط لطف کن به بابات بگو ما داریم اینجا رو میکوبیم از امروز دنبال یه خونه باشه بعد سلام سلام علیکم سلام سلام علیکم این آقا ای خاطرتون باشه آقا سیروسه اونم دوست شفیقشه متر گرفته بیان اینجا رو متر کنن میخوام بکوبن بسازن برن بالا آقا سیروس فریبرز چی میگه؟ من شرمندم گندم خانم ببخشید معمار جون من بهت گفتم که رو نمیشه جلو این خونه واده بیام اینجا این کار انجام بدم من با عزت میرم بیرون وامیستم آقا سیروس رو قصر کنی نرید بیرون بیایی تو بگین چی شده آخه آقا سیروس با شما گندم خانم من به این معمار بیچاره قول دادم روزی که شما اون ساختمون رو پیش خرید کردیم ما پیش خودمون فکر کردیم اونجا رو خریدین میخواین پاشین اومدیم با این معمار قرارداد بستیم اینجا رو بتر کنیم بریزیم پایین پنج طبقهش کنیم بفرستیم بالا الان پا گشته رو گردن ما بیا بریم اینجا رو مت کنیم خب بابا حداقل یه قربونت برم عزیز من تو خودت میدونی من اعتبارم به قولمه من به این معمار قول دادم من کجا میدونستم که خونه آقا صمد حاضر نمیشه بهش تحویل نمیدم من الان چجوری تو رو این زن نگاه بکنم واقعا که آفرین آقا سیروس دست بریزا این بود اون نون و نمکی که با هم خوردیم آره همینطوریه یه بار یکی حکم تخلیه میگرفتین اساس ما رو میریختین تو خیابون دیگه اختیار دارین گندم خانم ما کوچیک شماییم اصلا ولش کن معمار معمار بله بابا بله. من روم نمیشه من بهت گفتم اینا مثل خانواده خودم هن را بیاد بریم را بیاد بریم را بیاد بریم چیه؟ مگه ما به توافق نرسیدیم ضرر زیان من کی باید بپردازه؟ شما لطف بکن تشریف ببرن خودم ضرر زیانتو میدم بفرمایید تو همت کن بدهی خودتو بده گندم خانم من شرمنده من شما خجالت میکشم میبینی که معمار نمیذاره معمار جون بیا و مردونگی کن نوکرت هم قربونت برم یکی دو هفته به این بیچاره فرصت بده اصلا نمیشه ای بابا آقا سیروس خواهش میکنم چی یکی دو هفته ببخشید اجازه بدین این عروسی من پا بگیری حالا بعدن واقعا که دارن از خونه من بیرونم میکنن تو به فکر عروسی تیخ دیمت دارم حرف میزنم تو خود حرف بزن بابا حالا به خاطر من بابا من هر کاری میکنم به خاطر تو معمار جون کارتو تموم کن سریع بریم بابا من خجالت میکشم اینا آدمای بیچاره ای هستن شوهرش تازه باز نشسته شده بابا من شرمم میاد شرمنده آقا سیروس بذاریم من اول به صمد خبر بدم چی شده بعد ببین آقا سیروس بی خود نمیخوا هوا رو بکشی یا ادای این آدم خوبا رو در بیاری من میدونم تو اون سر چی میگذره بابا خجالت داره پس هر میخوا دوم جا بخوابی بابا رو بینیم بابا تو بله الو صمد ماما یه جوری فقط فشارش نگیر خیلی خوب بنابرای سکتش میدم صمد جان سلام خوبی؟ خوبی گندم چه خبر بچه ها خوبه؟ آره مام خوبیم نه همه چی آرومه همه چی خوبه آره فقط این آقا سیروس اومده اینجا تو حیات با یه نفر دیگه میگه که میخوام این ساختمون رو بکوبم به جاش یه برج بسازم دو هفتم وقت داده و این اساسمون میرزه تو خیابون ولی اصلا خودتو ناراحت نکن خب دیگه صاحب خونه از حق داره خونهشو میخواد تقصیر خودمونی که بهش گفتیم خونه داریم میخریم صمد الو صمد مامان جان قطع کرد دیگه آخه خبر بعد اینطوری میدن تو حالش بد شد یک دو سه چهار پنج دقیقاً اینجا میشه بر آپارتمان این برم یه خوابه اون برم یه خوابه اونجا میشه حیات خلوت دقیقاً اینجا میشه شازده واستاده میشه چی تو بادت عد حالا ما سر کاسه واستادیم بابا جا واستادی من که نمیرم نقشه رو عوض کنم بابا خیلی تو بابا جان یه لحظه شما تشریف بیارین اینجا
خیره من برای چی شما گیر میدی؟ خب بابا اینا میدونن که الان دست بارشون تنگه، یه مقدار مشکل دارن. بابا من که مسئول نداری اینا، این سن منم خونمو میخوام. دوست داری تو من جلو معمار بد قول بشم؟ پس فر زن بگیری نمیگی من خونه میخوام؟ بابا جان با این کاری که شما میکنی خب اینا به من زن نمیدن که. خیلی خوب ندن عزیز من، چیزی که زیاد دختر تو خونه داشته باش، دست رو هر کدومش بذار جواب بله رو میده. این دختر معمار دیدی دخترشو؟ دو برابر خود این معمار خوشگله، فقط چشماش تو رو بگیره کار تموم. عزیز من پاد پول میریزه، این به درد تو میخوره. تو این تیپ قیافه پسند نمیکنم، بعدش هم پدرم من قربون شکلت برم من. مگه شما این خونه رو برای من نخریدی؟ مگه سندشو به نام من نزدی؟ مگه نگفتی دست زن تو بگی بیا تو این خونه زندگی کن؟ خب که چی؟ خب هیچی دیگه، من دوست ندارم خب اینجا خراب بشه، دوست دارم همینجوری بمونه، بازنم بیام تو خونه ویلای زندگی کنم. بار صدا تو هی زنم زنم میکنه. برو ببینم. ببینم مرد حسابی، حالا واسه من صابخونه بازی در میاری؟ کم گم زدی به زندگیم، حالا میخوای منو آواره کوچه و خیابونم کنی؟ باید از روی نشم بگذری، توجه داری؟ بابا جون فریبوس یه زحمتی برات دارم جونم. آقایون راهنمایی میکنم به درب خروجی بیرونش کنم، میخوان رفع زحمت کنن. آره دوستان از اضافه کار روز پرملالی بود. شلوغش نکن صمد جون، صداتو پایین بیار با من حرف بزنی. من همه چیو به گندم گفتم بابا، ما این وسط شدیم چوب دو سر طلا. من از اینجا پا نمیشم سیروز، قانونم حقو به من میده. قربونت برم، الان سالهاست قرارداد تموم شده. سمن جون من حرفی زدم؟ چیزی گفتم؟ ببین سیروز جون، ما با هم اختلاف داریم درسته قبول، اما این دلیل نمیشه که بیافتیم به جون هم دیگه. میتونیم عین دو تا دوست قدیمی بریم بشینیم یه گوشه حرفامونو بذاریم، مشکلمون رو حل بکنیم، نیازم به این کارا نیستش. توجه نبودی؟ مخلصتم سمن جون، قربونت برم، ما با هم مشکلی نداریم عزیز من. همچی داری شلوغش میکنه گندم خانه، حال فکر میکنه خبریه. بابا جون دخترته، نمیخوای بدی پسر من؟ زور نیست که. صبر کنیم ببینم بابا سمن چی شد. هیچی بابا، کیوه میخواد بیاد خواستگاری فرشته، منم مخالفت کردم. این آقا به تریش هواش برخورد، حالا میگه گیر داده که اینجا رو خالیش کنید. باشیم ببخشید من گیج شدم نفهمیدم، کیوان میخواد بیاد خواستگاری فرشته؟ آره پس دختر چنگیز چی میشه؟ نه بابا ماما اون فرمالیته بود، جزغل ترسید مستقیم بگی من سرش از تنش جدا کنم. وای نه آخه نمیشه، من میخوام درس بخونم، من میخوام برم دانشگاه، من میخوام ادامه تحصیل بدم، من آمادگی ازدواج ندارم، یعنی اصلا به ازدواج فکر نمیکنم. ولی خب حالا که این شکلیه هر چه بزرگترا بگن دیگه باشه قبول میکنه. خیلی خوب دیگه دختر، پس دیگه برو به دست مشقت بره. برو فرشته. یه روز داری میره. آقا کیوان بگو ببینم شما واقعا به فرشته علاقه داری؟ نه من نیشه تو گندم خانم، اینم بخواد من نمیذارم. سمه جون بذار ما چت کنم که فکر نکنم من کینه ایم. حالا برو یه خونه پیدا کن که صاحب خونه در شأن تو و خانواده محترمت باشه. میخوامت کیوان معمار را بیو بریم. کیوان مزاحم سمد آقا و خانوادش نکن. بریم کجا؟ وسایل تو کی میبری؟ الان وانت میگیرم میبرم. بری خانم جان، شما اجازه بفرمایید تا من به شما آروم باشید، تا من خدمتتون عرض کنم، تا من توضیح بدم خدمتتون. خانم چه دروغی؟ آقا چه دلیلی داره من دروغ به شما بگم؟ ببینید خانم، همون لحظه که شما با من تماس گرفتید من راننده رو فرستادم. چه مصیبتی بود؟ بله. نه من همون لحظه فرستادم. خانم دلشاد، احتمالاً این راننده گفتم تازه کاره، آدرس شما رو گم کرده. شما اجازه بدید من پیگیری کنم، خدمتتون تلفن میکنم. حتماً هنون نرسید از اون موقع؟ نه خیر، اینم کارمند با سابقه و خوشتیپ و خوشمرامتون تو زرد از آب در اومد. خب قبلا این ربم به سفارش کردم، این تلفن واموندهش کو؟ آقا اینها بفرم. Thank you.
از آژانس مشتری دیر شد که لعنت بر تو سیروس. آقا حتما مشکلی پیش اومده. ولی بچه جوابی اون الو بفرمایید. سلام خانم درشاد، شرمندم از حضورتون. بله بله، من الان با راننده تماس گرفتم خانم درشاد. این ماشینش پنچر شده بوده، پنچریشو گرفته، تا چند دقیقه دیگه هم خدمت شماست. خیالتون راحت باشه. بله بله بله، بازم شرمندم. بله نوبت من نیست. بله یه پراید بیج رنگه. بله بله سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار لیه، از آژانس اومدم. اومدم. بله بله بفرمایید. سلام، در خدمتیم، بفرمایید. ببخشید خانم، حواسم نبود، معذرت میخوام. ببخشید، مشکلی پیش اومده؟ شما از آژانس اومدی؟ بله بله. مگه شما خانم دلشاد نیستی؟ پس چرا بیج نیست؟ چی بیج نیست؟ ماشین. خانم مگه قراره هر کی تو آژانس باشه ماشینش بیج باشه؟ نه خیر. اما آقا بهرام گفت که بیج میفرسته دنبال من. حتما گفتم مشکی، شما فکر کردی میگم بیج. یعنی چی آقا؟ یعنی بنده کرم متوجه نمیشم؟ نمیفهمم. غلط میکنم خانم، من چه منظوری نداشتم. کارت آژانس. کارت آژانس. ببخشید من تازه مشغول شدم امروز، کارت ندارم. شرمنده. کارت هم نداری؟ نه خیلی. آدم رو بایی در ملعه آم؟ همونجا بایست. نه همونجا بایست. جلو دهی. خانم میخوایی بخوری خانم؟ یعنی سوار چی بریم دیگه؟ الان همه چی خانم باور بکنیم من از آژانس اومدم، اگر مرض ندارم بیان زنگ شما رو بزنم. گرفت. الو سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ بله بله بله، شاد هستم، دل شاد. رسیده آقا، اما بیج نیست، مشکیه. چرا؟ الان یه بیجم اومد. بالاخره کدومی که بالا آژانس شماست، بیجه یا مشکیه؟ استدعا میکنم. بله بله بله، کاملا متوجه شدم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خداحافظی شما. توجه نمیدی؟ کاملا از آژانس اومد. بله. 100% توجه نمیدم. چی رو توجه نمیدم؟ اصلا شما رو نمیشناسم. آقا شنگیز شما این؟ بله بله. بریم آقا. وقتی شمارت رو دادم پلیس همه چی مشخص میشه. بفرمایید. بریم آقا، بریم دیرم شد. بابا دیر کردی، از دست چاکه دیگه. برو آژانس. آقا اومدی؟ بله بله. دیرمه. ببین سمت رفتی بگو نوبت منو بده به تو. برو. الان میگیرم. همینجا وایسا. برادران پلیس. وایسا همینجا میگیرم. سمت. کردی دیگه نمیخوای آره کار کنی؟ آره به سلامت. من برم دیگه، رفتم ها. ببین من تو الان چایی داشتم با تو کار میکردم، فهم کردم آدمی. نگاه اصلا بوی از آدمی زادی نبردی، اصلا تو جمع کوهری. باشه فری جان، هرچی دلت میخواد بگی بگو، مشکل نداره، بگو دلت خونک بشه. اصلا شما دوتا بیا بزن تو گوشی من نامردم حرف بزنم. ببین کیوان، آی واسه چی میزنی؟ واسه اینکه میگم نامرده دیگه. حالا هری تو کار ندادم دستت، گورو تو گم کن. باشه ولی امیدوارم به زودی زود هم دیگر رو ببینیم. نه داداش، خیال داد باشه دیگه هم دیگر رو نبینیم. تخت
خب حداقل بذار با خاطر خوب از هم دیگه جدا بشیم. خاطر خوب میخواد؟ بیا اینم خاطر خوب، فهمیدی؟ برو تو اون کیشن از زدم ها. برو دیگه چشم ابرو واسه من آزه کن. بله مادر فریبرز بیا کمک من. فریبرز؟ بله مادر با کنار. میگم بد کردی یا با این پسره؟ چرا اینجوری کردی؟ بد رفتار کردی، عجله کردی، بردار اینو. کجا بذارم؟ اون بر اونجا، اونجا. زود باش. اون مادر من هر کی بود سرش از تنش جدا میکردم، تازه خوب باش تا کردم. ای بابا شما از بچگی با هم بزرگ شدی. آخه آدم با دوستی چندین چند سالش اینجوری به هم نمیزنه که. صبر کن، صبر کن. منم سر همین دوستی چند و چند ساله ازش ناراحت شدم دیگه. دوست بیار تو خونه، بهش اعتماد کن. رفته به همه محل گفته جاز به خود ما. خب به خود من میگم مثل آدم مطرح میکنی، منم ناراحت نمیشدم دیگه. کیه؟ نمیدونم قد شد. مامان خب وایستاده اینجا باش یه تک میکنه به ما. واجا تمیزه از تو جوب که در نهی بردم. تمیز باشه آب میده که واسه چی؟ تفلک بابات، این پول جهیزیه و خرج عروسی فریبا کم بود، حالا باید به فکر پول پیش خونم باشه با این که انرقاس حقوق بازنشستگی و پول آژانس. الو کیه؟ کی؟ نمیدونم، گفتم الو ولی قطع شد. قطع کرد یا قطع شد؟ نه قطع شد. مزاحم داری؟ نه مزاحم ندارم، حتما آنتن نمیده. بله مامان، فرشته که دیگه حرفش رو برموار نزد. نه بنده خدا رفته تو اتاق از وقتی فهمیده درم بسته رو خودش بیرون از خجالتش. آره از خجالت، به هر حال گفته باشم از فردا گوش دادن به آهنگای ملایم، نگاه کردن فیلمای جوان پسند، زمزمه آهنگای مستعجل، خیره شدن به جایی، نگاه کردن غروب آفتاب، همه اینا واسش ممنوعه. برو بمیر. برو بمیر چیه مادر من؟ ازدواجه زود دست به همین چیزا رب داری دیگه. از هم جلوشو نگیری دختر دبیرستانی پس صدا عاشق میشون. همین که گفتم برو ببینم کیه. برو من الو ساناز. نه الو ساناز جان. ساناز دیگه دوست دانشگاه ایمه بابا. اینجا ساناز قطع میکرد؟ نه نمیدونم اینجا آنتن نمیده. ساناز جان اینجا آنتن نمیده، بذار برم رنگ میده فقط. خالی رنگ کن دیدی؟ آره بنداز. وقتی من قطع میکنم شما برای چی هی گیر میدی زنگ میزنی؟ بابا وقتی من قطع میکنم حتما نمیتونم حرف بزنم دیگه، هی چرا این کارو میکنی؟ هی زنگ میزنی. ببخشید فریبا خانم، من حتما باید شما رو ببینم و باهاتون حرف بزنم. من نمیتونم الان بیام بیرون، شما که میدونی من اجازه ندارم. بس که یادتون رفت اون دفعه چه بلوایی درست شد. خواهش میکنم ببینین، من الان تو ماشینم دارم میرسم سر کوچه‌تون، اگه امکان داری یه توکه باب یه پایین، من حرفمو میزنم و دوباره میرم. مربوط میشه به همون قضیه که اون دفعه گفتین. نه الان فریبرز تو حیات وایساده، خیلی هم عصبانیه. ایشالله باشه واسه یه وقت دیگه. راستی حسینا، اون قضیه کادوی دیشب چی بود فرستادی؟ چطور بود؟ خوشتون اومد؟ ببخشید دیگه هول‌هولکی شد. باور کنین اگه از قبل میدونستم تولد شماست، یه دونه بهترش می‌خریدم. دست شما درد نکنه، اما میدونین چیه؟ تولد من 26 اسفند. آخه شما هر کی بهتون گفته سر به سرتون گذاشته حتما. واقعا؟ بله واقعا 26 اسفنده. حالا اون موقع دیگه باید بخرین دیگه. دیگه پهرو نشه دیگه. بله؟ چی گفتم که به روی چشمه، من دوباره برات یه دونه دیگه میخرم. فقط آقا سینا خواهش میکنم دیگه تو کوچه وای نسین، بریم بریم، وگرنه فریبرز میاد دوباره یه داستانی درست میشه، من خجالت زدتون میشم. نترسین من حواسم جمع جمع. خواهش میکنم. خدا خدا به همراه. ای بابا
خانم حواستون کجاست؟ مرد حسابی زدی ماشین منو در و داغون کردی. وقت به جای عسخای دست پیش گرفتی پس نیافتی. من زدم شما از پای زدیم به ماشین من. من دیدم آقا تلفنی صحبت می‌کنه خانم زد. بله. اصلا نه این خانم می‌خوره مقصر باشه. بدارم چه ربطی به قیافه داره؟ اصلا می‌دونی چی؟ حالا که اینجوری شد زنگ می‌زنی پلیس بیاد. اون وقت معلوم میشه کی مقصر است کی نیست. آقای محترم من که مثل شما بیکار نیستم دو ساعت منتظر پلیس وایسم. خسارت منو بده و برو. من حتی یه پاپاسی هم به شما نمیدم. کجا؟ سلام آقای مهندس. سلام. خوب شد اومدین. این آقا زده به ماشین من، حاضرم نیست خسارت بده. چه شلوغه شنی؟ دور خانم مهندس خلوت کنین. خلوت کن دور خانم مهندس تو سری. دوست عزیز کارت ماشین گواهی نامه. کارت ماشین. سلام فریدورس خان. خوبین؟ شما اونجا چیکار می‌کنین سینا؟ هیچی، من از این کوچه رد می‌شدم، گفتم یه سلامی عرض کنم. جایدا این کوچه ما افتاد تو مسیرتون نه؟ نه، فقط گفتم یه سلام به فریبا خانم و بس. اون یه سلام. کار داری دست خود که. بده من که فولتو. من اینجا وایساده بودم ایشون زد به من. ها. دروغ میگه جناب مهندس. خودش دند عقب گرفت اومد زد به ماشین من. میدونم خانم، شما خونسری تو حفظ کن. بده من کیفتو گفتم. همیشه کسی از پشت میزنه مقصرا. ببین عزیز من چرا بحث میکنی؟ این خانم برای کار اومده اینجا، شما برای کار دیگه اومده اینجا. بچم توی کوچه همون سر تا این سر هر کی تصادف کنه من تشخیص میدم. بده من کیفتو دیگه، معطل میکنه. امین، میخواستم برم بانک یادم رفت. بانکاتو برو اینجا میای دیگه. خانم مهندس ببخشید، می فکر کنم که 50 تومانی بشه دیگه. اینم دوستم گناه داره. باش، اشکال نداره. آقا فریبرز یه لحظه. باز چیه؟ میگم که شما که حالا دارین پول زور از من چی؟ یعنی منظور که دارین خسارت میگیرین از من، اجازه بدین من حداقل یه لحظه برم تو خونه با فریبا خانم صحبت کنم. حتما حتما، منم مثل تو جوونم. میفهمم چی میگی. نه الان که نه بابا، روزی شب دفعه دیگه عشان الان خوشگوخالی حال نمیده. بریم پایین نسکافه چای در خدمتتونم ان شاء الله دفعه بعد. ببخشید دیگه خانم مهندس. خواهش میکنم. این آقا کی بود جناب مهندس؟ میشناختینش؟ بله، این گندم خانم هست. یه دختر داره، میخواد قالب ایشون کنه. این هر دقیقه اینجا پلاسه. این؟ بله. به درد نمیخوره این پسره. بفرمایید. بله، جوان خوبیه. یه مقدار آناتومیش مورد داره. بله هم گفتن دیگه، نمیشه کارش کرد. اتفاق دیگه. احوال شما خوب هستی؟ خیلی خوشم. خانم گندم، مگه شما سرپرست تیم بسته‌بندی شرکت نیستین؟ بله. خب شرکت مگه مستقیم نداره؟ اونا هم حقوق میگیرن دیگه. ازتون خواهش کردم. بله، به سلامتی اومدین. امروز قرارداد رو بندین؟ بله، با اجازهتون. ان شاءالله امروز قرارداد نهایی رو می‌بندیم و فردا موقع تحویل بار چه کارو می‌کشیم. خب چه کاری؟ همین امروز بکشید قال قضیه رو بکنید. گندم جان، بهتره به جای این صحبت‌ها به بچه‌های آشپزخونه بگین دو تا کافی واسه من و خانم مهندس بیارم پایین. بفرمایید. خواهش می‌کنم. مهندس تشریف ندارم؟ عرض می‌کنم خدمتتون. بفرمایید. خواهش می‌کنم، بفرمایید. خب می‌فرمایید مهندس کجا تشریف دارن؟ عرض می‌کنم خدمتتون. بله، به دلایلی فعلا با مهندس قطع همکاری کردم. البته این تأثیری تو روند قرارداد بین من و شما نداره. اینجا چرا اینجوری شده؟ معذرت می‌خوام واقعا. اینجا بفرمایید بشینید. نیست، ما داریم دکور جدید می‌زنیم. اومدم برای اندازه‌گیری، مجبور شدیم همه چی رو ببریم بیرون. عرض می‌کردم خدمتتون. قرارداد بین من و شما جاری است. فقط ممکنه یه تغییرات کوچیکی داشته باشه. تغییری؟ تغییر خاصی نیست. اون مقدار جنسی که من به شما قول داده بودم، امکانش هست من نصفش رو بتونم خدمتتون. نه نه، اینجوری نمیشه. یا همه اون چیزی که با هم توافق کرده بودیم تحویل میدین، یا قرارداد فسخ میشه. فسخ میشه؟ چرا؟ خیلی ساده است. چون من نمیخوام کس دیگه هم غیر از من این جنس رو توی بازار پخش کنه. انحصار پخش این جنس فقط باید دست من باشه. بله بله، حق با شماست. البته طرف آشناس، من سعی میکنم که به احتمال 100% تا فردا صبح اگه به من وقت بدین سعی کنم کل جنس رو خدمتتون ارائه کنم. پس من با اجازهتون دیگه مرخص میشم. شما با طرفتون تماس گرفتین به من خبر بدین. کجا؟ من قرار نیست الان قرارداد نهایی رو چیز کنیم، امضا کنیم. قرارداد وقتی نهایی میشه که کل جنس توی انبار موجود باشه. در غیر این صورت قراردادی بین ما صورت نمیگیره. بله بله، حق با شماست. شما اصلا نگران نباشین، تو جیبته. بله، بفرمایید. شماره اشتراکی. سلام قسما. مخلصی. چطوری؟ 34. سلام. الان میفرسم خدمتتون. بله بله. آقا حشمت دست شما رو میبوسه. برام خان نوبت آقا سنده. لازم نکرده، خودت باید بری. بیا. برو. آقا سبت، شما که هنوز اینجایی؟ آقا برام. آقا جون، ما نمیتونیم با هم کار کنیم. فهمیدی؟ نمیتونیم با هم کار کنیم. برو به زندگیت برس، قربونتم. بذار ما هم به زندگیمون برسیم.
آقا برام، من که برای تو توضیح دادم. بابا یه مشکلی برای من پیش اومد، مجبور شدم برم خونه. بابا یه مشکل پیش نمیاد. آقا سمد، این حرفا چیه میزنی؟ اینا همش بی‌مسئولیتیه آقا سمد. اون مال صحبت که جلوی آژانس اون عرب شنگر رو انداختی، اونم مال سرویس رفتنه که لازمه تو مشتری ثابت این آژانس از دست بدی. ببین شما به درد این کار نمیخوری. مشتری اون آدرس بگی من برم. دست درد نکنه. شما به درد این کار نمیخوری. بله ندارم. ندارم خانم ماشین. نمیدونم. آقا برام، من اینجا هی حاضر بایستانم برای میگیم ماشین ندارم. خدا رو خوش میان. بابا اینجوری که مشتریت میپره، زنگ خوره کم میشه. اینجوری نمیپره، اونجوری که تو رفتار میکنی میپره. ببین آقا برام، اگه فکر کردی من اینجا وامس هم التماس میکنم کور خودی. من 30 سال سابقه تو اداره بودم با فوق دیپلم که البته ارزش از لیسانس هم بیشتره کار کردم. متوجه شدی؟ من واسه خودم مدیر بودم بابا، سرپرست بودم، برو بیای داشتم. ترمز کن، ترمز کن آقا سمد، ترمز کن. همه اینایی که میبینی اینجا هستن یه روزی واسه خودشون یه کسی بودن، سرهنگ، مهندس، کارمند، معلم، دبیر، استاد دانشگاه و غیر. امروز چی هستن؟ راننده آژانس. ولی من هیچ وقت 30 سال سابقه کارم رو زیر سوال نمیبرم. آقا برام. بله. من برم. بفرمایید. ندارم آقا ماشین. نه خیر. پس من برم. به سلامت. آقا برام من برم دیگه بر نمیگردم. خوش اومدی. ببین آقا برام، اگه من برم بیه التماس خواهش تمنم، من دیگه به هیچ عنوان بر نمیگردم. آسمون به زمین نمیچسبه. من آدم کینه‌ای نیستم، ولی برم دیگه بر نمیگردم. التماسم بکن. باش. بس برم دیگه. بله. من بذار یه بیست. برم برم چی؟ بر پا دیگه بابا تاب سمنه. آقا برام باور کنیم روز من خیلی فشار اومد. همش این بی وجدان سیروس بود مقصد. قول میدم از این به بعد دیگه هیچ مشکلی نداره. چه ماشین میخواستن؟ یه بسط ببره تحویل بده و برگرده. من برم. بسطتون چیه؟ دارو. مریضمونم بد حاله. سریع باید برسه به دستش. سریع برم. برو. برم. برو. دست درده خوی. بس من چش آقا کرایه چی میشه؟ اون بر حساب میکنم. باشه باشه. آدرس هم که روشه. بله. کرایه چی میشه؟ داداش اون بر حساب میکنم. آها این بر حساب نمیکنم، اون بر حساب. برو دیگه. باشه. و آقا برام حواست به تلفن باشه، من هر زود برمیگرم. آدرس بگیر الان میگم. عجب جانوری. بدبخت بیچاره مریضشون چه دردی داره میکشه. نه سلام، نگران نباشید، داروهاتون رو آوردم. دم شما گرم. بیا تو. نگران نباش، خوب میشی پسرم، چیزی نیستش. استفراغ، استفراغ کنو دو میادت خالی بشه، اینجوری بهتر. از این بیوش جدید ها توجه نبودی؟ اولش با تبلرد و استفراغ شروع میشه، بعد ایشالله استراحت کنی خوب خوب میشه. استفراغ کنو بروشه های نمیره آلم بله. چه حرکتیه؟ مثل که توجه ننبودی؟ من داروات رو آوردم، فکر کنم آنتی بیپیکاست. این کرایه آژانس کی میده؟ گفتم سلام برمیدم.
بخشه ها شما؟ سلام علیکم. سلام علیکم. من آژانسم، سعد قیصریم. یه بسته دارو آوردم، دادم به همین آقایی که آنفولانزا داشت، رفتم که کرایه رو بیاره. انشالله باشه همیشه عروسی مهمونیه. برو آقا، من 30 سال زحمت کشیدم، 30 سال آبروداری کردم، 30 سال نون حلال بردم با 3 تن بچم. الان سر پیری برای یه لقمه نون ببین کجا باید کار کنم. منم آقا 30 سال تو اداره با مدرک فوق دیپلم که البته ارزش از لیسانس الانم بیشتره. کار کردم، چشم میخورم. آخر چی راننده آژانس شدم. زندگی خرج داره، باید دارم. زندگی همین آقا. یه روز رومیه، یه روز زنگیه. این روزگار به هیچ کی وفا نکرد. بابا اینا چشونه؟ حتما غذای بیرون رو خوردن مسموم شدن. آقا من داروتون رو آوردم آقا. داروتون رو آوردم رفت تو. برو. بلش بده انقدر بخورن و بکشن تلف بشن. میشه این کرایه آژانس منو بری بگیری من برم؟ دیرم شده، باید برم آژانس رو. من که نمیدونم شما به کدوم جوان بستر دادی. بابا دادم به همین یارو که آنفولانزا داشت. همین از جلوی شما رد شد. شما برو بالا نگاه بکن، جوانه رو پیداش کن، کرایه‌تو ازش بگیر. من آخه من غریبه هم زشته، توجه نمیدی. آقا غریبه کدومه؟ اینا هم موقع که اول اومدن همشون با هم غریبه بودن. اون تو که رفتن همشون با هم دیگه آشنا شدن. برو بگیر پیداش کن، برو کرایه منو بده. حالا شما نمیشه زحمت بکشید؟ نه بابا همین گوشه موشا. بابا یه واسه میشه. خونه شما هم نداره. برو تو. خوبی بابا همون گوشه. یاد Thank you.